어디 칼 보시? 한번 봤자미 좋다 좋다. با دقت باشید، در میانشون سنایپریست است. شمیل، تو مرا حمایت کن. پدر؟ لبای دخترم، فاتحه خوندن را بابایم به من آموزانده بود، اما اگر خونم هیجان مرا فرو میگیرد شما به خاطرم میاریدن؟ البته دخترم. پدر فراموش کردیم که گل بگیریم. تیمور قدی را یکانجا گل بخریم. خوب جناب. لابا یکیف، مالش یکیف. جناب یک وضعیتی عجیل به میان اومد، در جنازه تیرپرانی شده است. وضعیتی شده که مجبور می شویم برگردیم تیمور؟ متاسفانه همی خیلی می نماید جناب. پس بر می گردیم تیمور. برای چی بر می گشتیم پدر؟ دخترم وعده می دیم اندک پس می آییم، حاضر باید برگردیم. آخر پدر آمادگی خوب تر می گیریم، دیدی گل رو فراموش کرده ایم. من قول دادم که دخترم. خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوبم. امداد امداد، برخیز شهری من. امداد امداد.
بس از همین قدر دم گرفتیم. برخیزید. تو هم برخیز. 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 تو با تورت مرا از میدان میندار میگذرانی و میترکانی. راه گرد. جوانان، حاضر شاهد یک درس عجیب میشوید. نام فنی ما کتری مینه میشود. کتری مینه تاریخی کهن دارد. شکار دزدان از خدمت کتران استفاده میکردند. کتری مینه را پخش نکرده از میدان میندار آدمان را میگذرانیدند و باید او اعتماد داشته باشد. و ما نیز حاضر میدان مینه را با کتر میگذاریم. ما هم از پس او راه میگردیم. بیاید سر میکنیم. راه گرد. تو اگر کتری این تلو تپه ها که باشی میدان میندار خوب میدانی. راه گرد. چی استادی ابله؟ راه گرد وگرنه تیر میخوری. اگر ما را از این میدان گذرانی امکان زنده ماندن را پیدا میکنی. راه گرد. جوانان، به شما آید مینه معلومات میدهم. اگر در این منطقه ها را گذر شوی از بالای مینه های مخصوص باید گذشته بتوانی. اگر آن را زیر کردی وقتی پاید را از بالای آن کندن میترکد. البته صاحب او به هوا میپرد. از او یکون پاره هم یافته نمیتوانی. راه گرد ابله. انا کتیر مینه را پخش کرد بچه ها. خواهش میکنم یاریده. مینه کفت به هوا میپراند. حالا باشد آرام باش. همین خیلی ایست. تماما نجنب. پایت را نبردار. شکر کن که این مینه مخصوص نبوده است. از این رهیدن ممکن است. تقدیر را ببینید. به مینه آخرین برخوردم. میدان مینه را همینجا به فرجام میرسد. باوری داری ابله؟ بله. بسیار خوب. بچه ها بیایید به اینجا. بیایید به یک قطار. همه اتون به این طرف گذارید. میدان میندار همینجا به آخر میرسد. گذرید. واقعا راهی بسیار هم نماند. اکنون میتوانی بیروی تو آزادی. یاردم بده چی میشود؟ اگر عقلت را به کار ببری در بازگشت تو را هم میگیریم. مرا نپرتا. بسیار گرم نزن. آرام باش. آوازت را نبرار. شاید مینه هم آواز را میشنود. نجنب. یک چیزی یک لقب به جای پایت بیمون که وقتی بازگشت رو بیتوانم گرفتن. فهمو؟ فهمو. خیر مایلش. بعضی مینه های سیاه همین که بالایش زرسید می ترکد. بعضی دیگرش پس از پا را از بالایش کندن می ترکد. از این گونه مینه تنی تنها جان به سلامت برده نمی توانی. عقل را اول کار می فرمایی. با وزن پایت برابر چیزی دیگر را به جای پایت می گذاری تا توازن به عمل بیاد و نترکد. لیکن اینش را من انتظار نبودم رفیقان. بیاید می رویم.
گذر. خدا جزایتان را میدید. خوب هستی برادر؟ دست را گیر. یکی از بچه هایتان را داشتند. حکیم؟ آره حکیم، بگب در آوردند او را. آدم در دستشون بیماند. مرد؟ مرد. بلا زند. تو را برایش اینجا پرتفتند؟ من برزگر بودم، تمامی چیز و چارم را از من کشیده گرفتند. زنم را، بچه هایم را، همه را کشتند. به من هر لحظه مرگ تهدید میکند. سلامت باش برادرم. تا بیتار نمیرد کجا سلامتی است؟ اگر در کار سرم را هم میدیم تا بیتار را به جسدش دفن کنم. شما چرا اینجایید؟ قصه درو دراز. من اگر به جای شما میشدم میخوردم. به شما قوه و نیرو و درمان در کار است. اینها با باوری نیستند. خورید خورید، چیزی نمیشود. چه گپ شد؟ آدمانی ما بیهوده حمایه نکنید. آنها را حتما میکشند. حجره ها را بینید، حجره ها را بینید. از نظر گذران. خوب بسات. بایتو رو میدونی در کدام طرف است؟ نمیدونم. مایلش وقت کم است، زودتر از اینجا میبرایم. من میدونم. من میدونم او کجاست. من میتوانم به جای او برم شما را. بیا پیش پیش ما بیرو. اگر فهمند که من شما را یاردم دادم مرا زنده نمیمونند. اگر من را نجات دید من شما را میبرم. تو مرا نزد بایتو ببر، من قول میدم. بسیار خوب، رفتیم رفتیم. این چیست؟
از اینجا چطور میگذریم؟ دیوار است کو. اینان همون طوره که گفتی دیوار است. تو مرا مسخره میکنی ابله. از اینجا بایتوری بیشرف همین است، همین است. همه چیزی مرا ماو کرده است. پس من این روغس را میکوشم. او با ما زنده لازیم. راگارد ویز ویز را بس بکن سینک. با تو گفتم ویز ویز نکن. میفهمم پوست نبیره لحظه است، حتما در آنجا با کسی ارتباطی دارد تا تماس بگیرد. او آدم را می آرد گفتنی؟ خدا نکند اکا، پوست بیتار را نمی آرد. اگر بیارن نقشه همون چی می شود؟ من همین را در فکر داشتم. تو ویز ویز داره، هیچ خب نمی شینی. اگر پوست بیتار را بیارد و با دختر دندان توافق بکند، راهی ما بسته می شود. امکاناتمان محدود. ما راهی را بندیم چی اکا؟ نیرو و توان تو همیشه به کارهای پست ارتباط دارد. تمر را بگو بیاید. تمری که دستش را بریدی؟ بگو بیاید سینک، ویز ویز نکن. خوب شد استکه. احمد خوش آمدید خانم، شما را از نو در سری کارتان دیدم باعث شادمانی ماست. سلامت باش احمد. این چیست؟ خانم این نشانه های خواهرتان است. مدتی دراز است که من نگاهشان می دارم. برای به شما برگرداندن آنها موردی مناسب را انتظار بودم. می توانی مونی احمد؟ از من یکان خواهیش دارید خانم؟
احمد لبای خانمی دوستان اسرا یک دوست داشت میخواهم بفهمم که او کجاست فهمو خانم آدمانی ما کجایان اصنو امداد با این مرد جنابم خدا رحمتش کند عکیف شون کجایند جناب زخم برداشته ای بسیار دارید چنان که میبینید به همان بند است با اجازت شما فهمیدم عکیف تازیه مرا قبول کنم سلامت باش این چی طور شد؟ آمودگی داشتیم اما در بینشان سنایپریست ها بودند مردم را نشان گرفتند امداد از همه پیش تیر خورد نجات داده نتوانستیم آقای ذوالفقار چی خیل است؟ احوال او خوب است ما با همه اعلان کردیم که او زخمی وزنی برداشته است تا او بار دیگر هدف شبیه خون نگردد حاضر در کجاست؟ در حجره جراحی او رو پنهان کرده ایم او رو پهلوی پیری بزرگ بردنیم خوب من که رفتم میبرمش تو از پای کارو باری اینجا شو خالا بچه امداد میروم شاید که بیدادگری میکند در کجایند؟ امداد که در مرگ است همه‌شون همون جایند ارهان نیست همون جاست اگر تو صحبت بکنی با او بسیار خوب میشد مایلش در اینجا چی میشینه مکه؟ فهمیدم تو رو آسوده باش میران انتقام اکه امداد رو نمیستانه مکه؟ انتقام اکه امداد و تقایت رو یک باره میگیری میران من تا دنیا بیناس با تویم همراهی ما که باشه چیز داده اید اکه؟ اکه با من بگوید کیستند آنها؟ چرا نمیگوید؟ کیستند آنها؟ میران تعزیه مرا قبول کن سلامت باشد اکا اکا اینجا هیچ کس با من نگفت که کیستند آنها روی ما هم ضربه جوابی زنیم حاضر موردش نیست میران زمانش که رسید همه امان همراه یکان کار میکنیم خوبو من با اکی ستار چی میگویم میران از این بابت هیچ کاری به مسئلیت ما نکنید که تلفات ما از این هم وزنین تر خواهد بود تو مرا گوش بکن خوب لیکن بچه های در برون استاده گبر رو گوش میکنن مگر حاضر تو باید صبر باشی دیگر اکنون امداد نیست تا آمدن آقای ستار تو را باید گوش بکنند مایل شکر
عملیات امروز در گوریستان انجام داده بسیار نقش مؤثر در جامعه گذاشت. ما در عین فعالیتیم، کاری بسیار داریم. ما اول این نارسایی ها را برطرف میکنیم. بمب‌های های باخای پسان خواهد ترکید. شما از من چی میخواهید؟ نارساییت را برطرف کن. منظوری شما تندر است؟ تنها اونه، اما اول کاری تندر را حل بکن. تو فایل شما اکنون ذوالفقار به تندر رفته نمیتواند، اما عبدالحی در این کار است. من شبه دارم که او از تندر دست بکشد. با عبدالحی من مشغول میشوم. تو از مهندسان خبر ده. من با یکی از مهندسانی که پروتکلی تازه کردن زمینی معدندار رو ساختن ملاقات برپا میکنم. وقتی بسیار ندارم. هر چی زودتر جای پروتوتیپ رو بفهم. مایلش. این بیگاه این کار به انجام میرسد. واقعا علاجی دیگر هم نداری؟ ما این برنامه را که به کار کردی تازه کردن کانی معدن اختصاص دارد، جهت بلند برداشتن اعتبار استراتژی کشورمون راه اندازی کرده ایم. مهندسان محترم ما یک تکنولوژی نوین را اوید آن ساختند. همه شما را برای کوشش های مهمتان مبارک باد میگویم. همه تان را برای کوشش های مهمتان مبارک باد میگویم. وظیفه کنونی شما تطبیق تکنولوژی نوین در کارکرد اشعه خام میباشد. میدانید تازه کردن کانی معدن به اختیار شرکتی که در این حال غالب میآید شود و گذاشته شود. نظارت کان های معدن از طرف دولت بسیار مهم است. محترم رئیس، این کاری ما یک کاری محتشم است. در این گونه شرایط ما را چخل مخفی نگاه می داریم. نسخه پروتوتیپ در پیش هر کدامتان هست. تا امروز شما اون را کاملا سری نگاه داشتید. از این پس هم برای شما من باوری دارم که همچون سری خواهد موند. اینچنین باوری دارم که تندر را که فردا برگزار می شود یکی از شما صاحب می گردید. به همتان منتداری خود را بیان می کنم. سلامت شد. به این آدمان چقدر اعتماد بستن ممکن است اردم؟ همه اونها مثل خود من آدمانی هستند که تیارن جان خود را نثار بکنند. تو پروا نکن. این تار باشد، مبارکت باد. تعزیه مرا قبول بکن آقای ذوالفقار. ایوالله، سلامت باش جان پولاد. از این خدا به خبران کهیره هایی میافته باشیم. اینها به جان ما رسیدند. جان پولادی من حق گفتن ندارم و لیکن تو از اینجا نمی برایی، ما از این ابله ها رهیده نمی توانیم. هنوز نه آقای ذوالفقار، دیگر تنها من نه، شما هم همین روزها یک مدت به چشم کمتر بینمایید. برای چی جان پولادم؟ همه می دانند که تو زخمی کلان برداشته ای. اگر مردمی ارمگیدان بدانند که تو زنده ای، شاید باز به سرت حمله بکنند. ما زندگی تو را زیر خوف نگذاریم. بیا یک مدت دم بگیر. فهمیدم جان پولاد، ولی تندر را چیکار میکنیم؟ اما حجت و اسناد به نام من است. اگر من نمیشوم مگر دشواری ایجاد نمیکنند؟ تو پروا نکن، عبدالحی مشغول می شود. مگر ارمگدان براستای عبدالحی خوفی ندارد؟ من به اکیف خبر دادم، عبدالحی را از دور حمایت می کنند. انشالله یگان مسئله بر نمی خیزد. انشالله. بیا برای چای من بیا.
به اجازت من تو ششتو خیز را با دیگران آموخته بوده ای؟ آره اکا، علام آور هم باشد همین طور است. اما این که تون را بخاطر کیم کنم یک کودکی دروزه را ودیدی، هیچ از دلم نمی براید. اینک برای تو فرصت فرا رسید. زمان گوشتی بدنی وی گفتگیت را کنده پرداختن فرا رسیده است. من که ای که گفتم رای پوست را می بوری. من آغاز کرده بودم به اندیشه ای که پوست دوست شما باشد، ولی من خطا کردم. انا برای همین من دستی تو را بریدم تا بفهمی. رای فهماندن برای تو همین بود. مرا شما کلان کرده اید بلتزر. دستم کجا؟ جانم را فدایتان میکنم. در پیش میدانی میندار است. پس شما چی دور آمدید؟ یک کتیر را یافتیم، او ما را آورد. ما کتیر را پیش پیش همون در آوردیم. او ما را از میدانی میندار گذراند. او به خود باوری داشته باشد هم خطا کرد و ترکید. حاضر از اینجا چی خیل میگذاریم؟ برای این مینه ها را گذاشتن بندیان را استفاده کردند. آنها برای یک روزی مبادا برای خود اشاره ها گذاشتند. پس بیرون نشان بده. چراغک لازم. بده. این را در یک گوشه خاطرتان بنویسید. خدا نشان ندهد رفت و به این گونه حالت دچار می آید. از این استفاده ببرید. از پشت من آید. مته، تو باز برای من باید یک کار دیگر رو بکنی. در پیش تندری بزرگ ایستاده است. با جای ذوالفقار عبدالله چوبان می رود. تو برای رفتن او مانع ایجاد میکنی. شما از من خواهش کردید که کارهای ناتمام رو به فرجام برسانم. این کار جاهد است. برای چی این را به او نمی فرمایید؟ یک مدت من جاهید را در عملیات ها استفاده بردن نمی خواهم. می خواهم که این کار را تو بکنی مته. من شبه دارم که کاری درست ناکرده ای کسی دیگر را ترمیم کردن می شود. با گمانم این بسیار مشکل است برای تو. نه زور نیست. تنها از پشت دیگران من تازه کردن را خوش ندارم. پس این کار را خودی من می کنم. پس با شما براری کار. انا دیدی؟ ما اکنون با شناسایی با هم دیگر آغاز کردیم. همین طور نه؟ در استراتژی نوی ما برخوردهای مذهبی در نظر است چی؟ اول سوی قصد زیاودین، پس آن تیرپرانی هایی که در گورستان شده گذشت،
درست است همین خلاصه من؟ تو درست میگویی جاهید. من با تو از همه اول گفته بودم که اصول های میستر کی از دیگران اندک تفاوت دارد. جناب، آیدی عملیات های مستقلانه میستر کی چوره نهاندیشیده اید؟ به خاطر تطبیق آرمان هایمان، اگر هرچندی برخی عملیاتی که راه اندازی کرده شدند ما را به حالت ناهنجار واگذاشتند، اما من تا مقصد نهانی را در نیابم به عملهای او چشم می پوشم. خیر، این عملیات ها را خودی او کرده است؟ نه، در عملیات زیاودین میتیه را استفاده کرد. شما آیدی میستر کی به میتیه چیزی نگفته بودید؟ تنها پس از سوی قصد او را هشدار دادم. از همه مهم به وقوع پیوستن چنین یک عملیات را حتی تخمین هم نمی کردم. در عملیات در گورستان او ارمگیدان را استفاده کرده است. خیر، حاضر آنها باز چی نقشه ها دارن ما می دونیم. پس از میته می دانم که با سری واخورده است. در ارتباط با وقف گمان می کنم؟ نه نه، تا جایی که من می دانم سری آید تندری که جهت تازه کردن معدن اعلان شده است با او در تماس شده است. در پس شبیه خونی که در گورستان زده زلفقار را زخمی کردنی نیت داشتند انا همین مرد می استد. من به شما رساندنی بودم که اگر این تندر به هدفهای ما در کار است، من به یاری میستر کی می شتابیدم، با اجازت شما البته. من گمان نمی کنم که این را به تو اجازت می دهد. اگر با سری آغاز کرده باشد با او انجام می دهد. سلام امره. سلام. صحبت کرده می توانیم؟ البته. مرا ببخش، تو رو ناراحت کردم. هیچ گپ نیه، ولی وقتم تنگ است. مرا چی خیلی افتید؟ درست، فراموش کردم که دوستانید. برای آمده ناراحت کردنم ببخش. با تلفن پیدا کردن نتوانستم. شاید رقمت رو ایواز کرده باشی. آره ایواز کردم. برای چی با من صحبت کردن میخواستید؟ من عکس های اسرا رو میانی انجام های او دیده خواستم که به تو زنگ زنم، چون که شما عکس های همراه هم داشته اید. فکر کردم که شاید آنها رو گرفتن میخوایی. امراتون رو ورده اید؟ متاسفانه فراموش کردم که بیارم، اما اگر فردا به عدلیه بیایی میتوانی آنها رو بگیری، یا اینکه میتوانیم در دیگر جا بخوریم. البته میشود. خیر، با چی کارها مشغولی؟ سردارت آقای سری چی حال دارند؟ حاضر هم در پهلوی اویی؟ نه، من از او کیهو جدا شدم. گفتم میتوانی که برای چی جدا شدی؟ البته میتوانم، چرا نه؟ من مناسبتم را از او کندن خواستم. خواستم که به درسایم بیشتر اهمیت بدهم. برای همین به کتابخانه به کار در آمدم. فهمیدم. شما برای پرسپاس اینجا آمده اید؟ اگر این طور باشد من بیاناتم را در عدلیت داده بودم. نه امره، تو مرا نادرست فهمیدی. من مشتاق صحبت کسی هستم که وقتی بسیارش رو با خواهری من سپری کرده است. فهمیدم، اما اگر تمام کرده باشید من با دوستانم مشغول بشوم. فهمو. اگر عکس ها رو گرفتن خواهی من در عدلیه می شوم. مرا با این رقم یافته می توانی. خوب شده است. جناب سری، زود باید بخونیم.
چی گپ است؟ کیست شما؟ جناب سری با شما واخوردن میخواهد. من کسی رو دیدن نمیخواهم. مرا آسوده بگذارید. اگر یک روی نکنید برای خودتان خوب است. با تو در این گونه وضعیت ملاقات کردنی نبودم. بفرما. از من چی میخواهید؟ در باره همکاران پیشینت از تو معلومات گرفتن میخواهم. خوب گفتید همکاران پیشین. اکنون من با آنها ارتباط ندارم. به فکر من به شما هیچ کمک کردن نمیتوانم. توصیه میدیم که بار دیگر اندیشه بکنی. این نوارها رو چه خیلی افتید؟ تو فایل همکاران پیشینت اکثرشان دیگر زنده نمیمونند. با من تهدید میکنید؟ نه هیچ ضرورت ندارد. تو چیزی که من میخواهم بدی. دیگر نه تو مرا و نه من تو را هیچ نمیبینیم. این ملاقات و هرچی را که اینجا دیدیم دیگر فراموش میکنیم. چی میخواهید؟ من جای مهندس هایی که در این رسم هستند دانستن می خواهم. تنها سراغه یکیشان رو می دانم. ها تیمور، ما وظیفه همون را انجام دادیم. اوجبه را دیدیم، آیدی درفش سیا صحبت داشتیم. پگاه براه می برایم، آگاه باشید. اگر پیری بزرگ فرمان داشته باشد ما را آگاه بکن. خوب خرا، به او می رسانم. مرا گوش کن. همه کار خوب است آنجا؟ از حال جوانان ما خبردار رسید؟ همه شان خوبند، ولی از بین آنها امداد بود که خیر برو از دست دادیم. واه امدادی من، رحمتی خدا بر سرت. قره ما رو میشنوی؟ این چطور شد تیمور؟ با آقای ذوالفقار حمله کردند. آقا چطور است؟ شکر خوب است. کی این کار را کرده است؟ آرمگیدون. لعنتی ها. او آنها رفته بودن که؟ یک قماندانی نوشان آمده است. آمده که باشد حتما میبیند. آی امدادم. دختری دندان،
مؤسسه را سازمان داده ای کو؟ آمادگی میگیریم. بیشی کنی استحصال را کیسر میکنی؟ تو صد را انتظاریم، همین که بیتار را آورد سر میکنیم. خیر اگر نبیارد چی؟ پس شرط ها تغییر میابند. کارت ها را از نو میپرتایم گفتنی؟ اما با یک چیز احتیاج داریم، یا با یک کسی دیگر. بیتار راست کن با پسر صحبت داشت، آدمی تو را گرفته بوده است، فردا می آمده است. من می دونم جانی تو برای چی می سوزد. مادر به حالم بگذار. من که با عقلم صحبت با من مشکل است. از کجا این با عقلی تو برامد؟ با آدمانی بد کارهای بد میکنی گفته بودم، مگر من تو رو نمیدونم؟ اگر کارهایت خوب میبود تو در پیش من نمیبودی. برای من غم نخور، سرم رو گرنگ نکن، من چاره خودم رو میابم. این طور نیست، این طور نیست میگویی و خودت را به آغوش اون حیوان میپرتایی، اما من به این مساعدت نمی کنم. تو به من چیزی برای علاج کار را یافتن نموندی. گرفتم و به یک بزرگ زنگ زدم. با کی زنگ زدی؟ گوش بکن، از اول میگویم که اعتراض نمی خواهم. میروی با بی افندی مصلحت میکنی. این از کجا برآمد؟ بی افندی را شریک نکن. هیچ نمی فهمم. من به خودش زنگ زدم و مهلت ملاقات را معین کردم. چرا نپرسیده این کار را میکنی؟ دویده دویده میروی. رفته به او درد دلت را بکشا، او راهنمایی میکند. ها، اگر نمیروم گویی زنگ بزن و به خودش بگو که نمیایی. الیف چی خیل است؟ امروز با تلفن صحبت داشتیم، از اینجا که برآمدم میروم. من میخوام شما رو با او شناس بکنم، با من رفتن میخواهید؟ اگر یکان تشویش ایجاد نکند چرا نه؟ صفیه جواب ده با تلفن. تلفن همین خیل زنگ زدن نگیرد و هر باری که زنگ زد دلت را رش میگرداند. به فکرم اگر جواب دی همه مسئله ها برداشته میشود. کارمون با واسطه تلفن علاج حل کردن ندارد. گریخته گشتن این راهی حل نیست. نزدیک شدن به او از من دور شدن است. با نزدیکی زندگی من رنگ دیگر می گیرد. جوهید؟ مرا معذور بدارید پروفسور مارتین که صحبتتون رو میبرم. من با صفیه دو دهنگاب داشتم، تلفن رو نبرداشت، گمان کردم که او روبرو صحبت کردن میخواهد با من. با ما اجازت میدید که کمی صحبت بکنیم؟ اجگاب نیست جاهید، اگر خواهید من شما رو تنها میگذارم. لازم نیست، بسیار دوام نمیکند.
مایلش خودتان می دانید. این طرف می گذاریم. تو می دانی چی کار کردی جوهید؟ این رو من باید می پرسیدم. مثل کودک رفتار میکنی، تلفن رو نمی برداری. تو من رو تعقیب میکنی؟ تلفن رو اگر می برداشتی با این ضرورت نمی ماند. پیش روی تو رو نگرفتم که تو از کرده توازن رو گم کرده ای. من تو رو دیگر هم نمی دیم. من توازن گم نکردم، تنها از آن می ترسم که کاری بیهوده نکنم. چیزی رو که خواستم از اکم فهمیدم. تو نزدی اکم رفتی؟ نه، او نزدی من اومد. بعدی با او صحبت کردن شبهه دیگر بر من نموند. آن روز چیزی که من گفته بودم با اکم هیچ ارتباط نداشت. گپ رو دراز کردن شرط نیست. اکم همه چیز رو اعتراف کرد. اما مشکلی من دیگر در این هم نیست. من باور نمی کنم که تو با خواهش اکم از من رو گردوندی. اگر سبب در این نیست، پس تو مرو هیچ دوست نمی داشتی و دیگر صحبتی مو معنی ندارد. صفیه، مرو معذور دارید مرتین. من از مشاهده بحث مناظره های شما فهمیدم صفیه، و می توانم گویم که شما واقعا یک دیگر را بسیار دوست می داشتید.
عکیف، طبق معلوماتی از جاهد گرفته امان میستر کی با سری ملاقات کرده است. شاید یکان نقشه آیدی تندر باشد. چی می فرمایید کردن جناب؟ هرچی باد آباد، با آن تندر سری نباید برود. تا برگزار شدن سری را بگیرید. جناب، شاید این از جانبی برخی ها همچون سوء استفاده و مانیپولیاسی حسابیده می شود. می دانم عکیف، اما ما یک توکل می کنیم. آفرین به دختری دونو یکی بی بیش. این هیچ مشکل نیست. دفعه دیگر خمیر رو هم روحش می خیلیم، خوب می شود. مایلش من از جاهد و احکم رنجیدم. هر دویشان رو هیچ نمی بخشن. دخترم، من سبب قهر و غضب تو رو می فهمم، اما برای برخی چیزها وقت در کار است. شاید پولاد با گذشت وقت این وضعیت رو بفهمد. جاهد باشد تو از او نرنج، چون که وضع او از تو هم بدتر است. اگر دوست می داشت هیچ کس رو گوش نمی کرد. یعنی می گویی که اگر تو را دوست می داشت از اکی دوست داشت هم فروگذاری می کرد؟ نه، من این طور نمی گویم. هر دو باید یک راهی محکوم می افتند. اما این رو برگزیدند. صبور باش دخترم، باور کن که اکات مثل تو غمگین است. مگر او خوشبختی تو را نمیخواد؟ ما و ایریس برای مهمانمون بهترین کلچه قند آماده کردیم. کنی اینجا بیا دخترم. مارتین هم اومد. بیا همراه در رو میکشویم. خوش آمدید. سلام. سلام. مرحمت. برای این پذیرایی گرم تشکر از شما. پای افزار را میکشم همین طور نیه؟ خوش آمدید. بفرمایید. خوش آمدید. تشکر. مرحمت. مرحمت. جناب، با شما معلومات دادن خواستم. ترجمه حالش رو از نظر گذروندم. این کس پروفسور مارتین، معلم دانشگاهی صفیه خانم. خانم صفیه زود با او میخورد. فهمیدم تیمور. صفیه درباره شما بسیار گپ میزند. من میدانم که شما بسیار مهمان نوازید. باز هم برای مهمان نوازیتان از شما متشکرم. خواهش میکنم، شما به خانه ما صفا آوردید. دختری ما صفیه به ما درباره شما انده گفته بود. شما تیز تیز جهتی کارتون اینجا ها رفت آمد داشته اید. آره، توفیلی کارم من بسیار ملاقات ها دارم. شما چی میخواهید؟ چای یا قهوه؟ اگر ممکن باشد قهوه شیری. من هم با مهمانم هم شریک می شوم. دیر باز قهوه با شیر ننوشیده بودم. خوب شد. بابین بابا،
چه شد امرا؟ مرا برای چی فوراً دیدن خواستی؟ جناب، من باید هرچی زودتر خارج کشور بروم. تنجیست؟ اپای اسرا، لیلا خانم، از پس من است. امروز با من وقت خورد. مرا آید مرگ اسرا بسیار پر سپاس کرد. خیر؟ تو چی گفتی؟ خواهری او را مارگاریت کشته است. او خودش هم می داند. این طور باشد بسیار خوب، ولی به نظر من او از ما گمان بر است. با من چه ارتباط دارد؟ یا نامی من هم در آن صحبت برده شد؟ آره اکا، پرسید که سردار تو سری چه احوال دارد. تو چی گفتی؟ من هیچ چیز نگفتم اکا. آفرین اکا، با من پول دید. من باید از اینجا بیروم. به امینم از عسکری میگریزم. پسرم آرام باش، اگر واهمه کنی دقت رو بیشتر به خود میکشی. اکا، به خودم میترسم. نترس، نترس. خوب امرا، تو سزاوار یک تعطیل شده. آفرین. روی سفید به تو. سلامت باش اکا. میلش بیرو. راهی سفید امرا جان، با اسرا سلام بگو. این رو تو برای چی کردی لیلا؟ چرا؟ تو برای قصدت رو از مارگاریت گرفتن برای چی جان الیف رو سوزاندی؟ من این رو برای نفرتی با مارگاریت داشتم نکردم. من دیگر نمیخواهم که الیف اینقدر عذاب بکشد. برای این رو گفتن واسطه دیگر نبود مگر؟ کودک رو گشته و برگشته تلقین داری که نیه همین دار است. تو این رو از کجا میدونی؟ چون اون گپ میزنی که گویا ما رو دیده باشی. من البته تو ما رو تماشا میکنی همین طور. وقتی که زیغ میشوی ما رو تماشا میکنی. ولی ما چی؟ ما رو هیچ فکر کردی پولاد؟ با من هم هیچ آسان نبود شاهدی درد و رنج های شما بودن و ولی هیچ کار کردن نتوانستن. البته آسان نبود. تو بسیار آدمی پرطاقتی. حاضر به یادم آمد. بیماری های خاله نظیفه، نگرانی های او. با وجود همه این واقعه ها خودم رو کشاد روشن نمی کنم. می گفتی همین خیل؟ با تو من گفته بودم که از دستم چیزی نمی آید. تو گمان میکنی که همه این طبعی دلی من بود؟ یعنی من رو دیده میتوانی؟ من رو تماشا میکنی؟ حرفی به معنی نزن لیلا. تماشا میکنی که بیچاره لیلا چیکار میکرده باشد؟ با دلم زده به همه شما حساب دادن. واقعاً به دلم زده است. تو گریختن نمیتوانی.
نه من هیچ جان نمی گریزم. تو اینقدر خشم گرفته ای که دیگر مرا گوش نمی کنی. من این رو می فهمم. اول خشمت رو فرو نشان، پس آن گفتگو می کنیم. میآیند. فهم ما آغاز میکنیم. هوشیار باشید. بکتاش زود باش، نایست، زودتر ران. دکتری دندان دیگر با مرده خنوک بیتار سر و کار میگیرد. بگیرید، میبریم او را. اکیف بر آمدند. حرکت کن. گفتم بر تو سلاحت را. مایلش مایلش، آروم باش. تندر دیگر اکنون برای تو تمام. جناب سری رو گرفتیم. فهمیدم اکیف، در یک جای با اعتماد نگاه داریدش. با عبدالحی برسانید که برای تندر دیگر سنگر نیست. فهمیدم جناب. استینتاخ رو فوراً سر بکنید. آره، من باید این کار را حل بکنم. تیمور آماده باش، میبرایم.
این کاری کی باشد بوسد؟ نمیدونم، اما کاری کسی است که آمدنی ما را به استانبول میداند. بیاید این را به باغوجدان بگذاریم، به شهر میداریم. مبادا پلیس ها به سرمان یگان بلا نیارند. بکتاش، ماشین را کنار راه بگیر. لابای فهمیدم. برای استادن تشکر دوستم، یک وضعیت عجیل شده است. اجاب نیاکن. چی شد بکتوش؟ اما کم رو پروندم پوسد. کی این کارو کرده باشد بکتوش؟ نمیدونم، من باید بروم. شما دوام بدهید. درو. خانم، متاسفانه من به شما یک خبری بد دارم. امره به صدمه دچار شده هلاک گشته است. ما امروز باید هم دیگر رو می دیدیم. شاید که او به اینجا می آمد. این چی طور روی داد؟ هنوز هیچ چیز معلوم نیست. اگر اجازه دهید من خودم تحقیق می کنم. مایلش، خواهش می کنم. احمد، فهمیده می توانی که آخران بار با کسی بد داشته است؟ البته خانم. او شیری من، مرا بسیار ترسونده دمک. خیریت که صحت و سلامت بوده ای. سلامت باش، سلامت باش. امک، امداد زیاودین را کشتن، چی گپ است؟ آره بکتاش، سرم و سلامت باشد. خیر، اکنون چیکار میکنیم امک؟ بیا اینجا بشین بکتاش، کمی صحبت میکنیم. اکنون مرا خوب گوش کن آقای ذوالفقار. یک مدت میان مردم پیدا نمیشود. همه میدونن که او در شعبه احیا خواب است. بجای او راهبری همه کارا را تو به ذمه میگیری. وهابای، افسوس که به شما خبری ناخوش آورده. چی شده است؟ با سریهش تماس گرفته نمیتوانیم. چی طور شده است؟ میدونیم که آخرین بار برای احاله براه برامده بود. احتمال قوی میرود که گیتی او را داشته است. وقتی به تندر جلب کردن میستر کی فرار رسید حقی؟ میستر کی باز یگان نامقولی نکند که به سری ما بلا گردد. بی این هم که گیتی از ما چشم نمی کند. میستر کی چیزی که می کند از گذشتن تندر به دست اونها بهتر است. Thank you.
کدامی از شما بوده؟ کدامتان گفتن چی معنی دارد؟ از میان شما یکی اینجا آمدنی مرا نخواست. بیتار را نیاوردی و بازگناهگار میجویی؟ نه، من او را آوردم. نگب زنید در سری راهی من کی دام پرتافت؟ این بیتار نیست. خوب نشد مگر حیوان که بیتار با پای خود نزد آمد. بیتار، تو مرا نزدت خواندی، مرگ به تو. دکتر دندان مرد، اگر کار کردنی باشید به من احتیاج دارید. جایی میدونم با من خواهش کار کردن داشته اید. در کمترین فرصت با همکارانم شما را شناس میکنم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. صحبت کنم مرو میشنود. مادر، میدونم که مرو میشنوی. بیبی هم میگوید که تو بسیار زیبا بوده ای. تو رو بسیار شناختن میخواستم. من نمیدونستم که مارگریت مادری من نیست. در حقیقت من او رو دوست میداشتم. از من نرنجیدی. اکنون او مادری من نیست. او را هیچ دوست نمیدارم. میدونی چی؟ وقتی که همسالانم میگفتند که من به او مانند نیستم، خشم من میومد. اما من به تو مانند بودم و صورتت نگاه کردم و حس کردم که هر دوی عالم از من است. و تو یک سیرم را میگویم. من یک روزنامه دارم. من همه احساساتم رو در آن نوشته، هر هفته آمده به تو بر میخوانم. مادر جان، من تو رو هیچ نمیشناسم، اما بسیار دوست میدارم. بیا دختر جان، مادرت هم تو رو بسیار دوست میدارد. با مادرت هرچی میخواستی گفتی؟ پس میروی؟ میرویم.
سر میکنیم. به فکرم جناب سری نمی آیند. احاله را آغاز میکنیم. عبدالله چابان، پیشنهادتان را بدهید. معذرت میخواهم جناب سری در تندر شرکت نمیکنند. پیشنهادهایم را با بررسی شما وا میگذارم. این پیشنهاد چقدر باید بخواهد؟ هر دو پیشنهاد با هم مانند.